بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز. عرض تعزیت دارم به مناسبت ایام شهادت آقا امام صادق علیه السلام. امیدوارم هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل وليک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. با افتخار از تلویزیون امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا و از استودیو بین الحرمین در خدمت شما عزیزان هستم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمند. سلام علیکم. علیکم السلام. عظم الله اجورکم و رحمت الله و برکاته. عظم الله اجورنا و اجورکم. خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. ایام شهادت مظلومانه حضرت امام صادق علیه السلام را محضر آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض میکنم در خدمتتون. خدمت از بنده است. خیلی ممنونم از حضورتون. دوستان عزیز، از اونجایی که در شب شهادت آقا امام صادق علیه السلام و در روز شهادت امام صادق علیه السلام پخش زنده ای نداشتیم برای برنامه معراج و جناب استاد بهرمند نتونستن صحبتی و درسی داشته باشن، به همین مناسبت تصمیم گرفتن انشاءالله امروز رو در بخش ابتدایی برنامه معراج در مورد امام صادق صحبت کنن انشاءالله و بخش دوم روال طبیعی برنامه رو پی میگیریم. بفرمایید روایت برنامه رو ببینید، برگردیم انشاءالله در خدمت جناب استاد بهرمند باشیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. درس مهمی از زندگی حضرت امام صادق علیه السلام ماها به عنوان دوستان و شیعیان اون حضرت میتونیم بگیریم و اون استفاده از فرصت‌های استثنایی که برای زندگی ما پیش میاد. مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید اغتنم الفرص، باید فرصت‌های عمر انسان غنیمت بشماره، چون فرصت دیر پیش میاد برای انسان و متاسفانه هم زود از چنگ انسان بیرون میره. تمر الفرص تمر مر السحاب،
همچون گذشتن ابر بهاری فرصت ها می گذرد و از دست دادن فرصت مایه غصه و مایه پشیمانیه. امام صادق علیه السلام یک فرصت استثنایی برایشون به وجود آمد که این فرصت برای امامان قبل از امام صادق سلام الله علیه به وجود نیامده بود. بله. و اون فرصت آزادی. آزادی در چی؟ آزادی بیان. آزادی در بیان. البته نه مطلق، محدود بود، اما از همین فرصت هم حضرت استفاده کامل کرده. در وقتی که حکومت ظالم بنی امیه ضعیف شده بود به خاطر ظلم فراوانی که انجام داده بود، بنی العباس هم هنوز صاحب قدرت نشده بودند. بله. آقای امام صادق سلام الله علیه استفاده کردن از این فرصت به وجود آمده و کاری که شرایطش جور نشده بود برای حضرات معصومین قبل، حضرت اون کار را انجام دادن. سفره درس و بحث را پهن کردن در مدینه منوره در مسجد النبی. بله. دیگران هم احساس، دوستان و علاقمندان هم احساس آزادی کردن، فوج فوج می آمدن در بحث ها و درس آقای امام صادق علیه السلام شرکت می کردن. معروفه که 4000 نفر شاگرد داشتن حضرت. بله. این 4000 نفر منحصر به این 4000 نفر نبوده، تعداد خیلی بیش از این مقدار. یعنی حضور 4000 نفری نبوده. 4000 نفر منظور 4000 نفر متخصص. بله. حضرت افراد متخصص را تربیت می کردن که این خودش درسه. بله. که باید گشت استعدادهای افراد را پیدا کرد و کاری کنیم هر کسی استعداد او به فعلیت برسه. حضرت این کار را کردن. اگر چنان شلوغ می شد پای درس حضرت، اگه کسی دیر می آمد دیگه جاش نمی شد. دولت اون زمان، حکومت اون زمان طاقت دیدن چنین جلسه ای را نداشت. چگونه حکومت به نام دیگران باشد و همچنین درسی آقای امام صادق علیه السلام داشته باشه. حکومت دم از خلفای جور می زدن ولی امام صادق علیه السلام دم از امیر المؤمنین جانم فداش و حضرت زهرا می زنن. این برای دولت قابل تحمل نیست. دولت ها نمی تونن افراد بهتر از خودشون را ببینن، لذا سعی می کنن با افراد خودشون، افراد اینچنانی شروع میکنن به مخالفت کردن با اونها. به هر جهت برای اینکه جلسه درس و بحث امام صادق علیه السلام را از هم بپاشونن تا کسی دور حضرت نباشه، نقشه هایی چیدن حکومت اون زمان. یکی از نقشه ها این بود که حضرت را تبعید کنن از مدینه، مدینه نباشن. بله. تا کسی دور حضرت جمع نشه. حضرت را خواستن تشریف ببرن کوفه، از مدینه بیان کوفه. تا وارد کوفه شدن و درس دینی را شروع کردن آقا امام صادق علیه السلام، باز دولت دستور داد حضرت را تبعید کنن از کوفه به شهر دیگری به نام حیره. روی این اساس یه عده نتونستن همراه آقا امام صادق علیه السلام باشن. اومدن یک فکر دیگری کردن برای اینکه دور حضرت خلوت بشه و کسی همراه حضرت نباشه،
از اون فکرهای سیاسی، گفتن یک امامی درست کنیم در مقابل امام صادق، در مقابل حضرت امام صادق علیه السلام. خب باید یک شرایطی داشته باشد این امام جعلی و این امام دروغین که به خاطر اون صفات و شرایط بشد او را مقابل حضرت امام صادق علیه السلام قرار داد. یک نگاهی کردن از اون نگاه های سیاسی در بین شاگردان آقا امام صادق علیه السلام، دیدن یه نفر این شرایط رو داراست، کسی نبود جز ابو حنیفه. ابو حنیفه هم شاگرد امام صادقه، خودش اعتراف میکنه لولا سنتان لهلک النعمان، اسم خودش نعمان، اسمش نعمانه. اگر اون دو سال که من محضر امام صادق علیه السلام نبودم من هلاک میشدم. این خودش اعتراف میکند که من علمم را از امام صادق علیه السلام گرفتم. دیگر اینکه اون خراسانی بود و شیعه ها خیلی هاشون خراسانی بودن. خب هم این شخص شاگرد حضرته، هم خراسانی بود. خب گفتن این وسیله خوبیه که بتونیم مردم را دورش جمع کنیم. بعدم تبلیغات دولتی شروع شد به نفع ابو حنیفه. هر کسی وظیفه داشت، از مبلغین، از امامان جمعه وظیفه داشتن اینها که اول سخنرانیشون، آخر سخنرانیشون، وسط سخنرانیشون یه گریزی بزنن به ابو حنیفه تا ذهنها را متوجه ابو حنیفه بکنن. و تبلیغات تأثیر خودش را داره. بله، تبلیغات میتونه حق 100% را از یک نفر بگیره، باطل معرفی کنه. این کاری که معاویه انجام داد نسبت به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. اونقدر گفت که علی علیه السلام کافره، اونقدر گفت که مردم شام باور کردن. بعد از 20 سال تبلیغات جوری باور کردن، وقتی خبر شهادت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بین مسلمین عالم پخش شد، نوشتن همه جا باور کردن این خبر را الا اهل شام. اهل شام گفتن این خبر دروغه، چون این خبر میگه امیرالمؤمنین را در مسجد ترور کردن و به شهادت رسوندن. علی چیکار داشت به مسجد؟ علی ابن ابی طالب که کار به مسجد نداشت، اصلا نماز نمیخوند، او کافر بود به خاطر تبلیغات معاویه، تبلیغات سوء. و تبلیغات سوء میتونه باطل 100% را هم به عنوان حق جلوه بده و حتی میتونه این باطل به عنوان حق مقابل حق حقیقی بیسته. اونقدر تبلیغ کردن برای ابو حنیفه، کار به جایی رسید که مردم اون زمان، مسلمان های اون زمان وقتی نام ابو حنیفه را میشنیدن براش اشک میریختن. ای بابا، ندیده براش اشک میریختن. تبلیغات اینقدر اثر خودش را گذاشت. براش گاو و گوسفند نذر میکردن، قربانی میکردن. معلاصف کار به جایی رسید که حتی شیعه ها هم گول خوردن، نه شیعه های عادی، حتی علمای از شیعه و تعدادی از شاگردان امام صادق علیه السلام را هم اینها گول اون تبلیغات دولتی اون زمان رو خوردن. در تاریخ داره جمع شدن یه تعدادی از همین شیعه ها، از علمایی که درس امام صادق علیه السلام حاضر می شدن، جمع شدن در موسم حج که خدمت امام صادق سلام الله علیه برسن و درباره
شرکت کردن در مجلس درس ابو حنیفه از امام صادق علیه السلام اجازه بگیرن. یعنی نیامده بودن که بپرسن آیا ابو حنیفه مورد تأیید شما هست یا نه. مسلم شده بود برای شیعه ها که او آدم درستیه. بدون این که از امام صادق بله اومده بودن که بپرسن آیا ما مجاز هستیم در بحث ابو حنیفه شرکت کنیم. این عده از شیعه ها اومدن در حجاز، اومدن مکه در سرزمین عرفات، خواستن امام علیه السلام را ملاقات کنند. دیدن که جواسیس، جاسوس ها همه جا هستند، خبرچین ها همه جا هستند و مواظبن ببینن چه کسی با امام صادق علیه السلام ارتباط داره. فورا اسمشو بنویسن و گزارش بدن به حاکم زمان. اینا به بهانه آب خوردن وارد خیمه آقا امام صادق علیه السلام شدن که اگر فردا مشکلی براشون پیش بیاد بگن ما تشنمون بود دیگه، آب خوردن دیگه جرم نیست. نیست. وقتی وارد شدن محضر حضرت، قبل از اینکه اون سؤال خودش را از امام علیه السلام بپرسن که ابن رسول الله آیا شما به ما اجازه میدید ما در درس ابو حنیفه شرکت کنیم، قبل از مطرح شدن این سؤال خادم حضرت وارد شد. وارد شد عرض کرد ابن رسول الله شخصی بیرون خیمه است و میگوید من ابو حنیفه هستم، اجازش میدید که وارد بشه؟ حضرت فرمودن بهش بگید بیاد تو. شیعه ها خوشحال شدن، گفتن الحمدلله. بدون اینکه الان ما سوال کنیم ببینیم نحوه برخورد امام صادق علیه السلام با این شخص چطور میشه و همین میتونه درس بشه برای ما. وقتی وارد شد اذن گرفت که بنشینه، حضرت اجازه نشستن بهش ندادن، اما اون رو داشت پر رو بود. اومد چند قدم برداشت و یک ذراعی نیم متری حضرت روبروی حضرت نشست. حضرت بهش رو کردن و بهش فرمودن انت فقیه اهل العراق. این فقیه اهل عراق که همه جا ازش دم میزنن و تبلیغات دولتی همه جا به نفع اوست، تو هستی؟ گفت بله من هستم، اومده محضر حجت خدا، محضر امام علیه السلام و ادعای فقه و فقاهت میکنه. حضرت بهش فرمودن تو بر چه اساسی فتوا میدی؟ فقیه فتواهایی که میده باید مبنا داشته باشه، مبنای تو در فقه چیه؟ چطوری فتوا میدی؟ گفت فرزند پیغمبر من اهل قیاس هستم، با عقلم میسنجم کاری که خوبه از نظر عقل من به مردم میگم انجام بدید و کاری که از نظر عقل من درست نیست من میکنم بهشون میگم اون کار انجام ندید. حضرت بهش فرمودن عقل تو همه خوبی ها و همه بدی ها رو میتونه تشخیص بده، میشناسه اصلا، همچین قدرتی دارد عقل تو. یا چند نمونه براش مثال زدن که متوجهش کنن که این نحوه استنباط احکام، این نحوه درستی نیست، این نحوه ای که شیطان اول پیش گرفت آن را. اینه بهش میگن قیاس. قیاس در استنباط احکام شرعیه این باطله. اگر دین و احکام شرعیه بخواد از راه قیاس درست بشه اصلا کل دین از بین میره. سوالی ازش کردن، حضرت فرمودن من از تو میپرسم به نظر عقل تو آیا جرم زناکاری بدتره یا جرم قتل؟
با کشتن یک فرد بیگناه. گفت آه معلومه کشتن یک فرد بیگناه جرمش نزد خدای عز و جل از زناکاری بدتره. فرمودن چرا پس برای اثبات قتل دو تا شاهد کافیه، لکن برای اثبات زنا حتما باید چهار تا شاهد بگیریم. فکری کرد و نتونست پاسخ بده. مجددا حضرت مثال دیگر برش زدن که آیا این دو کدوم بدتره و قضاوتش بیشتره، بول انسان قضاوتش بیشتره یا منی انسان قضاوتش بیشتره؟ گفت نجاست و قضاوت بول اشد از نجاست و قضاوت منیه. حضرت بهش فرمودن اگر این طوره پس چرا برای بول کردن غسل بر انسان واجب نمیشه؟ اگر چنانچه واقعا بول نجاستش شدیدتر باشد از نجاست منی، پس همینطوری که برای منی اگر قطره‌ای منی، سر سوزنی منی از انسان خارج بشه، این حتما باید غسل کنه بله. تمام بدنش را آب بریزه، سر و گردن، طرف راست بدن، طرف چپ بدن. اما اگر چنانچه بول از انسان خارج بشه ولو چند لیتر بله، نیاز به غسل کردن نداره، فقط محل خروج بول را مقدار آدم آب بریزه این طاهر میشه. فکری کرد و گفت آقا سببش و علتش را نمیدونم. خب این دوتا مثاله، تو که در مورد این دو مثال سر ساده عقل تو راهی به جایی نمیبره، چطور میتونی همه احکام الهی را با عقل خودت استنباط کنی و بعد اون را در اختیار مردم بگذاری؟ اهل قیاس هم خودشون در گمراهی هن و هم باعث گمراهی دیگران میشن. گفت ابن رسول الله من قرآنم بلدم، از قرآن هم احکام شرعیه را به دست میارم و استنباط میکنم. حضرت فرمودن چطور قرآن را تو میفهمی؟ یه آیه ای براش تلاوت کردن، فرمودن این آیه را معنا کن. و من دخله کان آمنا، این ضمیر دخله، این ضمیر مفعولی دخله مرجعش چیه؟ این چجور جاییه که اگر کسی داخلش شد در امان خواهد بود از عذاب؟ گفت منظور این حرم امن الهی در مکه مکرمه است. حضرت چند مورد براش مثال زدن که در این موارد میبینیم افرادی بیگناه داخل حرم بودن و اینها به قتل رسیدن، بس امنیتش کجاست؟ سعید ابن جبیر بله. از کسانی است که کشتندش او را در حرم، در فلان سال مسلمان ها را در حرم قتل عام کردن، تو چطور میگی من دخله کان آمنا؟ گفت ابن رسول الله پس مقصود کجاست؟ این ضمیر و مرجع ضمیر دخله، این مرجعش کجاست؟ فرمودن اون ولایت ما اهل البیت، هر کسی ولایت ما اهل البیت رو در قلب خودش داشته باشد این از عذاب الهی در امان خواهد بود. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. از این مناظره‌ای که حضرت داشتن با ابو حنیفه، البته مناظرهای دیگری هم هست، این مناظره‌ای که نقل کردن مرحوم تبرسی در احتجاج نقل کرده، استفاده کردن شیعه ها که مجاز نیستن در بحث ابو حنیفه شرکت کنن، با اینکه فوج می رفتن به دلیل تبلیغاتی که بود و به دلیل اینکه هر کس می رفت بهش
سکه میدادن، هر کی درس ابو حنیفه میرفت سکه بهش داده میشد، ولی در درس امام صادق علیه السلام خبری از پول نبود. بنابراین این میتونه یک درسی باشد برای ما، درس استفاده از فرصت. اگر فرصتی برای انسان پیش آمد، فوراً باید از این فرصت برای تعالی خودش استفاده کامل ببره. با آقا امام صادق علیه السلام رو این رو به ما تعلیم دادن و آموزش دادن. امیدواریم انشاءالله همه ما از شیعیان با اخلاص امام صادق علیه السلام انشاءالله قرار بگیریم. انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. دوستان بفرمایید میان برنامه رو ببینید، بعد از میان برنامه انشاءالله سوالات شما عزیزان رو میپرسیم. اینکه در طول برنامه معراج برای شما عزیزان زیرنویسی گذاشته میشه و شماره تلگرام و واتساپ برنامه هست، یا اینکه میان برنامه به شما نشون داده میشه، به خاطر اینکه بتونید انشاءالله ارتباط بگیرید با این برنامه، یکی از علتش درس بخش اول جناب استاد بهره‌مند بود، به خاطر اینکه بتونید منبع آگاهی رو برای شناخت اهل بیت علیهم السلام پیدا بکنید در این زمانه ای که هر کسی استفاده میکنه از این نام تا بتونه فرهنگ و سیاست خودش رو پایه‌ریزی و اساس کار بکنه. یک شبکه مثل شبکه محسن علیه السلام تمام تلاشش رو میکنه تا اینکه مثل من در مقابل شما بشینم و صحبت کنم و مثل دوستانم در پشت دوربین تلاش کنن تا انشالله بهترین ها تقدیم شما عزیزان بشه. پس فراموش نکنید اگر کسی رو میشناسید که نیاز داره و میبینید که در این اوضاع و احوالی که سخت هست برای خیلی از محبین و شیعان امیرالمومنین علیه السلام، کمترین کاری که میتونید براشون انجام بدینه که شماره برنامه معراج رو بهشون بدید تا اگر سوالی هست در مورد احکام الهی یا در مورد عقاید انشاءالله بپرسن و در خدمت باشید. و اما سوالاتی که برای این برنامه انتخاب شده در این 10 دقیقه که در انتهای برنامه باقی مونده، بسم الله الرحمن الرحیم. سرقت از اهل کتاب و غیر مسلمانان جایز است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کافر، ما دو قسم کافر داریم. یک کافری داریم محارب، بله، یعنی اونی که در جنگ با مسلمانانه. محارب از ماده حرب، حرب یعنی جنگ. کسی که دارد با مسلمان ها می جنگه یا نقشه جنگ مسلمان ها را داره، در سر داره، این نه خونش حرمت داره نه مالش حرمت داره، بنابراین سرقت از اموال او ایرادی نداره. لکن غیر محارب مثل اهل کتابی که با مسلمان ها در صلح و صفاست، اهل کتابی که در ذمه مسلمان ها به سر میبرن، بله، اهل کتابی که در کشورهای اسلامی دارن زندگی میکنن، مسیحی ها، یهودی ها، زردشتی ها، اینها نه، خونشون مباح، خونشون محترمه، آبروشون، عرضشون محترمه، مالشون هم محترمه و جایز نیست سرقت از اموال اینها. پس تفاوت میگذرن آقایان فقها ها بین کافر محارب که سرقت از اموالش ایرادی نداره، ولی کافر غیر محارب این دارای حرمته،
اموال او مثل اموال مسلمین که حرام است و دارای احترامه و سرقت درش جایز نیست، اموال اینها هم سرقتش درش جایز نیست. خیلی متشکرم. آیا اگر کسی قرض ربوی گرفته باشد و اصل پول را برگردانده ولی قرض دهنده مطالبه سود را می کند، آیا باید سود آن را به او پرداخت کرد؟ همینطوری که ربا گرفتن حرامه، ربا یعنی اضافه، بله، همینطوری که ربا گرفتن از دیگران حرامه و جایز نیست، ربا دادن هم حرامه، یعنی سود دادن به دیگران هم جایز نیست. بنابراین اگر کسی مجبور نباشه نباید اون سود را به کسی که ادعای سود را میکنه، نباید این سود را بده. این اصل پول را مقروضه و اصل پول را باید به طلبکار بده، اما سودش را نباید بده مگر اینکه مجبور باشه، مثلا علیهش مدرکی داره، بله، و این مدرک را ممکنه به اجرا بگذاره و بعد اسباب ناراحتی براش بشه، بله، پیش بیاد. در چنین مواردی اگر انسان مجبور باشه که ربا بدهد، قصد هدیه کنه این اضافه را که میده، نیت هدیه بکنه تا از حرمت ربا دادن در امان باشه. بیننده بزرگوار بعدی پرسیدن که در مورد ربا لطفا توضیح بدید و تشکر کردن از برنامه. ربا خدمتون عارضم یکی از محرمات مسلمه است و حرمت خیلی شدیدی داره. روایات ما میفرماید که یک درهم ربا خوردن این بدتر از زنا کردن با محارم خود، یعنی زنا کردن با مثل مادر با خواهر خود بر پشت بام کعبه است. بله. به این درجه دارای چیه؟ دارای حرمت. و در فقه ما ربا دو قسمه. یه ربایی هست در قرض، یعنی من به شما مثلا 1,000,000 تومان قرض بدم و شرط کنم که 100 تومان اضافه برگردونی. این 100 تومان اضافه بر اون 1,000,000 تومانی که به شما قرض دادم، این میشه ربا و جایز نیست. یه قرض، یه ربایی هم داریم در بیع و شراء، ربای در بیع، جنسی که با وزن خرید و فروش میشه یا به با کیل و پیمانه خرید و فروش بشه، اگه بفروشیم به مقدار اضافه تر از آن، این هم میشه ربا. مثلا فرض بفرمایید طلا مسقالیه دیگه، طلا، بله، به وزن خرید و فروش میشه. یه خانومی مثلا طلای مستعمل داره، طلای مورد استفاده خودش رو داره، 10 سال از این طلا استفاده کرده، حالا میخواد این طلاها رو چیکار کنه؟ نو کنه. میس مسقال مثلا طلای مصرف شده ساخته شده بده و 18 مسقال چی بگیره؟ طلای مصرف نشده رو، کار نشده رو بگیره. تفاوت شد، 2 مسقال چی شد؟ کم شد. بله، کم شد، 2 مسقال تفاوت داره. اون 2 مسقال اضافه، این چیه؟ ربا حساب میشه. این ربا و جایز نیست. در چنین مواردی باید چیکار کرد؟ باید این خانوم مثلا طلاهای خودش را که مورد استفادهش بوده، این حال به زرگر بفروشه و بعد با پولش طلای جدید بگیره. طلای جدید بگیره. اون میشه خرید و فروش. خرید و فروش حلاله ولی ربا خوردن حرامه. حرام. یا مثلا فرض بفرمایید بنزین معمولی، بنزین مثلا سوپر 1 لیتر بدیم، 2 لیتر بنزین معمولی بگیریم. اینا هر دو هم جنس همن، بنزین بنزین، و هر دو هم به کیل، یه کار میان، به پیمانه خرید و فروش میشن. بنابراین گرفتن اضافه در این نوع خرید و فروش، اینم ربا حساب میشد و جا
جایز نیست. اما اشیایی که به عدد فروخته میشن، بله به عدد فروخته میشن، مثلا فرض کنیم تخم مرغ تو کربلا، بله تخم مرغ در ایران، تخم مرغ در کربلا عددیه، عددی حساب میکنه، مثلا 6 عدد تخم مرغ 1000 دینار بفروشه، بله او 7 تا به ازاش بخره، تفاوت شد، این اشکالی نداره. بله. چیزهایی که به عدد خرید و فروش بشه، اضافه گرفتن درش ایرادی نداره. تنها چیزهایی که به وزن خرید و فروش میشه یا به پیمانه خرید و فروش میشه، اونجا ربا درش متصور است. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم ازتون. الباقی سوالات انشالله برای برنامه بعد با اجازه شما. دوستان عزیز از شما هم ممنونم، متشکرم به خاطر انتخاب و تماشای این برنامه. اگر موفق نشدید از ابتدای برنامه همراه ما باشید، میتونید سر بزنید به فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام، به تاریخ روز انشاءالله مشاهده کنید. تقطیعات سوالات شما عزیزان هم بر روی اینستاگرام صفحه معراج منتشر میشه، میتونید از اون طریق هم استفاده ببرید. در پناه امیرالمؤمنین باشید. یا علی.